رابینم منتظره، رابینو بیاریم بالا. حالا باشین همه مجید و قاسم هم باشین. رابین سلام، خوبی رابین؟ سلام، حال شما خوبه؟ خوبی؟ آیا خوب پاشدم و استخونم همه جان درد میکنه. آخه چرا؟ این چند وقت اخیر خوب و پا میشم همیشه بدنم درد میکنه. خوب و پا؟ چی؟ من نمیشنم. خوب پا میشم. از خواب پا میشی؟ آه صدت نمیاد. خب چرا؟ میتونی بری دکتر؟ فکر کنم شاید بدونم. خب برو دکتر، اگه اینقدر درد داری برو دکتر. شاید بعد بهتره برم. آره برو، حتما برو. چرا فکر میکنی که بتونی؟ خب باشه برو دکتر دیگه، یه چیزی بالاخره میده. البته دکترهای سوئد که تا میری میگی من خستم، آقا خیلی خستم، یه ذره از حد بیشتر میگه منم خستم. بابا این چی حرفیه تو میزنی؟ آره رابین حتما اگه اینقدر درد داری حتما یه دکتری برو. بله. سوال این نکته که میخواستم مطرح کنم اینه که تو اگه بخوایم فردگرا به سکس انسان با دیگر گونه ها مثل شیر و ببر و بقیه گونه نگاه کنیم، چقدر اخلاقی میتونه باشه؟ اگه چی رو سکس، یه بار دیگه بپرس ببخشید. اگه بخوایم منفعت گرایانه به سکس انسان و دیگر گونه ها نگاه کنیم، چه نتیجه میتونه داشته باشه؟ منفعت گرایانه به سکس انسان با حیوانات دیگه؟ با دیگر گونه ها. یعنی چی؟ یعنی انسان سکس داشته باشه با حیوانات دیگه؟ بله. چه منفعتی میتونه داشته باشه؟ نه مثلا اگه منفعت گرایانه بهش نگاه کنیم خوب میشه یا بد؟ بد میشه، معلومه که بد میشه، برای اینکه حیوانات قابلیت دادن رضایت رو ندارن. یعنی اصلا نمیتونه رضایت بده به انسان. نمیتونه رضایت با اطلاعات درست بده. میدونی نظرم چه؟ یعنی informed consent. informed consent یه حیوان نمیتونه به انسان بده. خیلی خوب. یه نکته دیگه هم هست که informed consent ترجمه خوبه، برای اینکه رضایت کافی نیست، consent کافی نیست، informed consent میشه رضایت آگاهانه. در واقع رضایت آگاهانه حیوان نمیتونه به انسان بده، برای همین نمیتونه. برای بحثیه که ما داشتیم چند روز پیش، چند هفته پیش داشتیم، این آریا میبینی داره چیز میکنه توی لایو چت به خاطر اون بحثه. بحث سره این که آقا سکس با حیوانات اخلاقی هست یا نه. من گفتم در شرایط خاص، جوری که حیوان مجبور نباشه، علائمش یعنی ریاکشناش تحت کنترل باشه، آزادی عمل داشته باشه، هر وقت خواست بتونه بره و بدونیم که در واقع این اذیتش نمیکنه، غیر اخلاقی نیست. نگفتم اخلاقیه، گفتم غیر اخلاقی نیست. که حالا با من فکر کنم همیشه غیر، من فکر کنم همیشه غیر اخلاقیه. خب چرا؟ به خاطر اینکه شما دارین چیزه رول یوتیلیتریانیسم چی میشه؟ شما دارین قاعده مند؟ یعنی اگه شما فایده گرای قاعده مند رو نگاه بکنین، قاعده ایه که اگر رواجش بدین ضررش به شدت زیاد. زجر رو که دارید. نه خب ما شرایط خاص گذاشتیمش، نه که حالت عادی همش همیشه، نه ما شرایط خیلی خاص گذاشتیمش. ببین مثلا یه حیوانی میبینی اذیت میشه، حتی حتی نه که دردش الا بیاده، حتی استرس بگیره، میدونی بودم اون حالت هم یکی میبینی مثلا چشاشو میبنده، یکی چه میدونم یه ریاکشنی نشون میده. اینا همه رو در نظر داشته باشیم و با علم روز مطمئن باشیم که حیوان الان راحته، اذیت نمیشه. چرا غیر اخلاقیه؟ من نمیگم اخلاقیه، میگم چرا غیر اخلاقیه. خب البته اگه شرایط خاص رو بخوای نگاه بکنی، الان دانشمندا وقتی که لازم دارن مثلا از حیوانات یه سری چیزایی جمع، چی بهش میگن؟ منی بهش میگن به فارسی؟ چی؟ کام؟ منی میشه فارسی میشه این چیزایی؟ آره آره منی. خب میخوان جمع از حیوانات بگیرن اینا، خب اونا مجبورن که یه کارایی بکنن که بتونن اینا چیز بکنن، به خاطر کارهای علمی یا به خاطر توی مزرعه و اینا، نمیدونم. آره به خاطر کار علمی دانشمندا من دیدم که میان یه کارایی با این حیوانات میکنن که بتونن اینو بگیرن، درسته؟ خب
یعنی توی آزمایشگاه، توی حتی در مورد گاو با دست این کارو میکنه. آره تازه این کارا رو انجام میده. یعنی خب آره شرایط خیلی خاصی، بسیار خاصی وجود داره که میتونه این درست بشه، ولی خیلی خاصه. همون دیگه کلا خاصش کردیم دیگه، یعنی شرایط رو همه عوارض جانبیش زدیم. حالا سر اون بحث بله. آره برای بحث داشت داشت. آره آره حالا این بعضی حالشون بعضی بحث فاعل مفعولش هم نیست. امیر هم یه کامنتی گذاشته، آرمین میتونی ربط بدی یا ربط چیز کنی؟ بخون. میگه آرمین حیوان برای کشته شدنش هم رضایت آگاهانه نمیده، ولی تو موافق گوشخاری هستی، پس این غیر اخلاقی نیست؟ خب ما احتیاج به رضایت به رضایت حیوان نداریم برای اون، اگه که بدون زجر بتونیم بکشیمش، به خاطر اینکه حیوان از زنده بودن خودش آگاهی نداره. چون از زنده بودن خودش آگاهی نداره، ما چیزی رو ازش نگرفتیم که اصلا میدونست داره، یعنی چیزی ازش دزدیده نشده. به این وقتی یه حیوان زجر میکشه، خب حیوان ترجیح میده که زجر نکشه، اکثر حیوانات. خب یعنی اکثر ولی اکثر حیوانات بغیر از همه حیوانات ترجیح میدن زجر نکشن. خب ولی فقط یک اکثر حیوانات نمیدونن که ترجیح میدن زنده بمونن، برای اینکه نمیدونن که اصلا زنده هستن، برای اینکه خیشتن آگاهی ندارن. بعضیشون خودآگاهی دارن ولی خیشتن آگاهی ندارن، برای همین از وجود داشتن خودشون آگاه نیستن. برای همین شما ازشون اگه بدون زجر بتونین بکشینشون، شما ازشون چیزی نگرفتی که میدونن اصلا دارن. برای همین رضایتی لازم احتیاج نداره. میگه کسی پول داره ولی نمیدونه داره و ما حق داریم ازش بدزدیم. کسی پول داره ولی نمیدونه داره، اما حق داره ازش بدزدیم. سوال خوبیه. ببین کسی نه دیگه این اشکال داره. نه برای اشکال مالکیت چی میشه پس؟ حق مالکیت فردی. آره ببین از دو شرط درسته، این از دو شرط. خب دو تا شرط داره، دو تا موضوع هست. یکی این که ما فایده گرایی قاعده مندیم، برای همین شما اگه بتونین اینو قبول بکنین، دارین چیزی رو رواج میدین که برای جامعه هزینه داره. یکی این. یکی این که شما پول کسی رو بدزدین که نمیدونسته داره، شرایط زندگیشو بدتر کردین. خب با اینکه یعنی یک زندگی بدتری خواهد داشت بدون که بدون دلیلش چیه، یعنی زندگی بدتری خواهد داشت. خب ولی این قابل مقایسه با حیوان نیست، چون شما میتونین بگین که خب منم اگه مثلا یک خوکی رو یا گاوی رو بکشم بدون که زجر بکشه، این میتونست اگه نمیکشتیمش میتونست یه زندگی پرلذتی داشته باشه که ما اون زندگی با اینکه مثلا مردنش چیزی رو ازش نگرفته، ولی چیزی که ازش یعنی آگاه نبوده از زندگیش، ولی قابلیت لذت بردن تو آینده رو ازش گرفتیم که اینو دیگه داشت و دیگه نداره چون کشتیمش. خب برای همین اینو ازش اینو از حیوان دزدیدیم. این حرف درست نیست. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این حیوان اصلا زنده نمی بود اگه قرار نبود خورده بشه. می دونید چه؟ یعنی اصلا مثلا گاوی که وجود داره، خوکی که وجود داره، مرغی که وجود داره، همون زندگی هم که داشت به این دلیل داره که ما به وجودش آوردیم که قرار باشه خورده بشه. برای همین شما نمیتونیم بگین که خب شما کشتینش، قابلیت لذت رو تو آینده رو ازش گرفتین. نه، چون اصلا اگه قرار نبود خورده بشه، اصلا وجود قرار نبود داشته باشه. برای همین فرقش اینه. متوجه هستین فرقشو؟ درست بقاسم؟ درست؟ ای بی ام توی لایف چت داره میگه شرط مالکیت رو بهش اضافه کردیم. نه دیگه، سوال گفته طرف داره ولی نمیدونه که داره، پول داره دیگه، مالکش هست، شرط اضافه نکردیم. نه ببین، شما باید برای اینکه شما به عنوان یک ما وقتی داریم فایده گر رو حساب میکنیم، باید کل تاثیر رو روی جامعه نگاه بکنیم، روی همه چی، روی همه جامعه، هم حیوان هم انسان، همه چی رو حساب بکنیم. خب شما اگه رواج بدین قبول کردن این که هر کسی شما کسی از یک کسی یه چیزی رو بتونی بدزده که بدون که آگاهی داشته باشه ازش، شما اگه همچین چیزی رو اخلاقی حسابش بکنین و اینو رواج بدین، یک جامعه رو، ثبات جامعه رو دارین به هم میرید. خب برای همین ببین فرق انسان و حیوان هم همینه. خب شما اگه بتونین فرض کنین که یک انسانو که مثلا خیشتن آگاه نباشه به خاطر یه مریضی چیزی رو، اینو مثلا این انسان رو بکشین و بخورید،
خب این فشاری که روی جامعه وارد میشه به خاطر یه هم چیزی از شوکی که تأثیری که میذاره روی جامعه و چیزهایی رو که به خاطر این رواج خواهد داد انقدر شدید خواهد بود. شما فرق شما مثلا گاوها نمیان بگن که شما اگه گاو مثلا یه زندگی راحتی بهش بدین ولی بعد از یه مدتی بکشین بخورینشون، اینا هیچ وقت نمیان با خودشون فکر کنن این چه وضع زندگیه، اصلا دلیل وجود داشتن من تو جهان چیه، دیروز اسخر اینجا بود الان دیگه نیستش، کجا بود، الان ما هممون داره بهمون ناراحتیم برای اینکه نمیدونیم چه بلایی سر اسخر اومده که اینجا داشت با ما علف میخورد دیروز، الان به کجا رفته، زندگی چطور شده، همه نگران بشن، تو روزنامه گاوها دربارش بنویسن، اصلا همچین چیزایی، اصلا همچین شرایطی به وجود نمیاد برای گاوها. خب یه زندگی با رفاهی اگه داشته باشه بعد از اینکه بکشینش ظلمی بهشون نشده، میدونم چه یعنی انسان قابلیت شوک و زجر و تغییراتی که توی جامعه بهش داده میشه اگه یه سری چیزا رو رواج بدین کاملا فرق داره با با گاوا و با خوک و مرغ و اینا، اصلا قابل مقایسه نیست. کسی نه اولین رو بذارم، ما یه اسخر داشتیم با هم علف میزدیم، یه اسخر اینجاست. چی رو هایلایت کردی؟ بذار میگه آرمین مردم کره شمالی هم نمیدونن که خیلی چیزا رو دارن، ولی هممون رهبر کره شمالی رو یه انسان بد میدونیم. من نمیدونم، شما این قابل مقایسه نیست، همه چی قابل مقایسه ثابته. خب ببینید مردم کره شمالی میدونن زندگیشون دارن زجر میکشن، یعنی قابلیت یک ببینید مردم کره شمالی قابلیت زندگی بسیار بهتری دارن که این ازشون رو بوده شده. خب شما به من نشون بدین قابلیت زندگی بسیار بهتر برای گاوا چیه؟ خب اصلا اینا اگه قرار نبود خورده بشن اصلا وجود نداشتن که بخوان قابلیت زندگی بهتری داشته باشن. چی از گاوا چی رو بوده شده؟ از انسان‌ها بسیار زندگی مردم کره شمالی بسیار پتانسیل بسیار بهتری ازشون دزدیده شده. شما انتظار دارین مثلا گاوا چه زندگی داشته باشن اگه مثلا ما مثلا نخوریمشون؟ اینا تنها چیزی که گاو براش مهمه اینه اینکه زجر نکشه، درد نکشه، یه رفاه تو قفس تنگ نباشه، یه رفاه خاصی داشته باشه، بیشتر از این چیزی انتظار نداره. انسان انتظارش بیشتره، خب معلومه انتظارش هم باید بیشتر باید هم بیشتر بشه خب برای اینکه قابلیتش بیشتره. من این چیز نیست، این به خاطر این نیست که برای مثلا زندگی گاو ها و خوک ها و سگ ها و خر و اینا برای مهم نباشه، مهمه. هر موجودی که قابلیت زجر رو داره و قابلیت خوشحالی رو داره زندگیش ارزش داره و باید تا اونجا که میشه جلوی زجرش رو کشید و تا اونجا که میشه اون قابلیت خوشحالی و لذتی رو که داره رو بهش داد. ولی دیگه وقتی به جای شما کشیدینش که میخواین چیزهایی رو برای گاو و گوساله و خوک و اینا قائل بشین که اصلا خودشون ندارن، نمیتونن، خودشون اصلا قابلیت درکشون ندارن، دیگه داره این بذاره افراطی میشه.